سلام، من دانیال هستم. امروز اومدیم با یه ویدیو دیگه. حتما کن سابسکرایب کنید، زنگول دست سابسکرایب هم بزنید، لایکتون نره بکنید ویدیو رو. امروز اومدیم با بیوگرافی شهاب حسینی، حتما ویدیو رو تا آخر ببینید. من بیوگرافی مهران مدیری جواد عزتی هم درست کردم، اونا رو حتما برید ببینید. بی وقت بریم سراغ ویدیو. حتما اسم شهاب حسینی رو گوشتون خورده. او متولد 14 بهمن 1352 است. شهاب حسینی یا سید شهاب الدین حسینی تنکابونی در تهران به دنیا آمده، ولی اصالتا تنکابونی است. او در رشته روانشناسی تحصیل کرده، ولی به خاطر اینکه میخواست به کانادا بره این کار رو نیمه کار رها میکنه. شهاب فرزند اول خانواده است و یک برادر و دو خواهر داره. سید فخرالدین حسینی پدر شهاب است که در آموزش پرورش کار میکنه و کتابهای مختلفی هم ترجمه کرده است. پدر او در سال 1393 درگذشت. جالبه که بدونید مادر شهاب امدادگر بوده. مهدی تنها برادر شهاب است و دومین فرزند خانواده است و در زمینه موسیقی فعالیت میکند. شهاب حسینی یکی از بازیگرانی است که زود ازدواج کرده. او در سال 1374 با همسرش آشنا میشه و با او ازدواج میکنه، ولی بعد از چند سال از هم جدا میشن. جالبه که بدونید شهاب دو پسر به نام های محمد امین و امیر علی داره. محمد امین پسر بزرگ او است و در 14 بهمن 1382 به دنیا آمده. امیر علی پسر کوچک خانواده است و شباهت زیادی با شهاب حسینی داره و متولد 20 مرداد 1390 است. شهاب حسینی در اوایل در رادیو کار گویندگی انجام میداد، ولی وقتی موجیگری را انجام داد در سال 79 اولین سریالش را بازی کرد و اولین سریال او پس از باران بود. او در این سریال نقش علی را بازی می کند. یک سال بعد از بازی در این فیلم او در سریال پلیس جوان ایفای نقش می کند. اولین فیلم او فیلم رخساره در سال 1380 بود. جالبه که بدونید او آهنگ هم خوانده است. او با برادرش هم آهنگ ساخته. او در آهنگ هفت سین سال 1396 با حمید گودرزی، امیر حسین مدرز، امیر زندگانی، افشین سالاری، ماهان حیدری، علی آتش افزون، مهدی حسینی و میثم پویانفر خوانده است. او آهنگ تک نفره هم خوانده است. شهاب حسینی اوایل در رادیو بود و در سال 77 موجی برنامه اکسیژن شد و اولین موجیگری او بود. او بعد از اکسیژن در برنامه های دیگر هم شرکت کرد. شهاب حسینی در سال 92 کارگردانی را در فیلم ساکن طبقه وسط تجربه کرد و در سال 1394 فیلم کوتاهی به نام بیا با من را ساخت. فیلم مقیم ناکجا جدیدترین تجربه شهاب در کار کارگردانی است. جالب که بدونید شهاب حسینی در فیلم خورشید نیمه شب تهیه کننده بوده است. او در فیلم دور برگردان هم تهیه کننده بوده است. او علاوه بر بازیگری یک کافه هم در لواسان دارد که تمام دکوراسیونش را همسر سابقش به عهده گرفته است. او در سال 88 در فیلم شوق پرواز بازی کرده. او در نقش شهید بابایی در این فیلم ایفای نقش میکنه. سریال شهرسال یکی از معروفترین سریال های او است که در سال 93 اولین قسمتش منتشر میشه. او در این سریال نقش قباد رو بازی میکنه. شهاب حسینی در فیلم حوض نقاشی هم بازی کرده. او یکی از درخشان‌ترین بازی‌هایش را در این فیلم کرده. او بعد از این فیلم برنده جایزه بهترین بازیگر مرد در جشنواره فیلم لیسون شد. او در فیلم فروشنده هم بازی کرده است و برنده بهترین بازیگر مرد در جشنواره کن شد. او در فیلم دلشکسته با چهره متفاوت جلوی دوربین اومد. او بعد از این فیلم برنده بهترین بازیگر نقش اول مرد در جشنواره مردمی فیلم شد. او در سال 1389 در فیلم درباره الی بازی کرد و جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد در جشنواره خانه سینما را گرفت. او در سریال پلیس جوان هم بازی کرده و نقش اول این فیلم رو بازی کرده. او در سال 1384 در فیلم قتل آنلاین هم بازی کرده است. او در فیلم ایسکای بهشتی هم بازی کرده. او در این فیلم نقش نوازنده نابینایی رو بازی میکنه که عاشق پرستاری میشه. او در سال 1385 در فیلم بچه های ابدی بازی کرد. او در فیلم مدار صفر در جمع بازی کرده است. او در این سریال بسیار معروف شد. او در این سریال نقش حبیب پارس را بازی میکنه. سال 1386 سال پرباری برای شهاب حسینی بود.
او در این سال در 3 فیلم سینمایی به نام دل شکسته، محیا و سرزمین کهن بازی میکنه. او در سال 1391 در فیلم تعبیر خواب هم بازی کرده. ممنون که این ویدیو رو دیدین، حتما کنید سابسکرایب کنید، در مورد برشم میزن لایکتون نره بکنید ویدیو رو. من بیوگرافی مهران مدیری جواد عزتی هم درست کردم، اونا رو هم ببینید. خدا نگهدار.